الان میخوام براتون یه امپاناداس و یه دسر خیلی خوشمزه درست کنم که از شیر و تخم مرغ و کرم شکلاته و خیلی خیلی ساده درست میشه. بیاین اول با هم دسر رو درست کنیم چون میره تو فر و یه مقداری زمان میبره. سه تا تخم مرغ احتیاج داریم، یک لیوان و نیم شیر، اول شیر رو اضافه میکنم. میخوام یه میکس عالی درست کنم که وقتی میذارمش تو فر مثل یه کرم کارامل بشه، شبیه کرم کارامله اما کرم کارامل نیست، اما طعمش بسیار جالب و اسرارآمیزه. اول شیر رو میریزیم، بعد سه تا تخم مرغ احتیاج داریم، بعد کرم شکلات رو بهش اضافه میکنیم. کرم شکلاتی که استفاده میکنیم از نوع مرغوب و خوبش باشه تا بتونه طعم خودش رو خوب نشون بده. اولوش 100 گرم از این احتیاج داریم، اونو به این مایه اضافه میکنیم. پس ترکیب شکلات و تخم مرغ و شیر به اضافه یه ماده‌ای که نشاسته بی‌نظیریه براش و عطر و طعم فوق‌العاده‌ای بهش میده که اونو شبیه یک پودینگ بی‌نظیر میکنه، یه قاشق غذاخوری کستره. اینم یه قاشق غذاخوری کستر، بیشتر نریزین که خیلی سفت بشه، نمیخوام بیش از اندازه سفت بشه. حالا کلش رو با هم مخلوط میکنیم، بعدش شکر رو آروم آروم بهش اضافه میکنیم. حالا یه قاشق غذاخوری شکر بهش اضافه حالا مایه رو توی ظرف نسوز میذارم. نگاه کنید، آروم اونو بریزین توی ظرف. فر رو روی تقریبا 200 درجه سانتیگراد میذارین تا گرم بشه. وقتی به 200 درجه سانتیگراد برسه دسر تو 15 تا 20 دقیقه بعد آماده میشه. بین 20 تا 25 دقیقه دسر خوب جا میفته. حالا دسر باید کاملا توی فر پخته بشه و در واقع میشه گفت خوب بپزه تا خودشو بگیره و بعد که درشو بردین از تو فر باید بذارین یه یک ساعت تو فضای بیرون بمونه و بعدش هم بذاریمش توی یخچال تا خوب جا بیفته. حالا میخواییم با هم مایه یه پرشکی به نام امپاناداس رو درست کنیم. گوشت چرخ کرده میخواییم، یه مقدار از این برش های بیکن میخواییم، حدوداً 3 برگ از اینا میخواییم. نوعیشو انتخاب کنید که چربی داشته باشه حتما. این هم از این. 2 دونه پیاز چم احتیاج داریم و 3 تام البته قارچ. این مایه رو خوب یاد بگیرید. اول از همه پیاز چم رو اضافه میکنیم، 2 دونه، بعد 4-5 دونه قارچ هم بهش اضافه میکنیم، بیشتر لازم نداریم، و 2 قاشق غذاخوری هم سس باربیکیو میخواییم تا طعم دودی بگیره، و از همه مهمتر 2 دونه هم گردو. نمیدونیم چه مایه جالبیه، حدوداً بین 4-5 دونه گردو هم بهش اضافه کنیم. حالا این میکس رو خوب نگاه کنیم.
یک کمی روغن اضافه میکنم. حالا کل مایه چرخ شده. اینم مایه است. حالا باید مایه رو سرخ کنیم. پس مایه رو باید عالی سرخش کنیم. وقتی خوب سرخش کردیم باید بذاریمش تا خنک بشه، تا خمیر ما رو پاره نکنه. از این لحظه به بعد ما حدوداً 10 دقیقه زمان لازم داریم تا مایه خوب سرخ بشه. بعد با هم برنامه رو ادامه میدیم. حالا میخواییم توی بخچه ها رو پر کنیم. دسر که توی فره و داره آماده میشه. خمیر پلاشکی رو احتیاج دارم و یه مقداری روغن. خمیرها رو در میاریم. از خمیر فلفلی میخوام استفاده کنم که کاملا مثل مزه اصلیش بشه. یکی از خمیرها رو باز کنین و بذارین وسط تخته. بعد از این مایه وسط خمیر بریزین. این مایه فوق‌العاده است. ببینین چه شکلیه. بعد به این صورت خمیر رو هل بدین جلو، لبه هاش رو ببندین. محکم لبه ها رو به هم ببندین. بعد وقتی لبه ها رو بستین لازم نیست که حتما بپیچونینش، خودشون به هم وصل میشن چون خمیر خوبیه و زود به هم بسته میشه. اینطوری میندازم تا اولی سرخ بشه. دیگه دمارم میبرم بالا، میخوام سریعتر سرخشون کنم. رنگ قرمز رنگش به خاطر فلفلیه. اگه بچه کوچیک دارین و نمیخواین تند باشه میتونه نوع سادهش استفاده کنین. دوباره به این شکل می‌بندی رو نمی‌ذاری مایه از توش بیرون بزنه. درشو خوب ببندی. این هم از این. دیگه اونم داره آماده میشه. به این صورت ببندینش. خوب به هم فشارشون بدین تا همدیگر رو خوب بگیرن. این شکلی عالی شد. تو این فاصله که پلاشکی‌ها داره سرخ میشه دسر از تو فردی که بعد در بیارم. همیشه بذارین یه چند ثانیه ای صبر کنین، بعد از خودتون از فرد دور کنین و بعد درشو باز کنین تا حرارت به صورتتون نخوره. محشر شده. یک ساعتی بعد بذارید تو فضای بیرون بمونه تا خنک بشه. بعدش هم باید حدود 3 الی 4 ساعت تو یخچال بمونه تا خودشو عالی بگیره. وقتی دو طرف پلاشکی‌ها خوب سرخ شد باید از یه دستمال استفاده کنیم تا روغنشون رو بگیریم. حالا دسر کمی خنک میشه و منم پلاشکی‌ها رو عالی سرخ میکنم. شما هم تو پایان میتونید تصویر رو ببینید که پلاشکی‌ها رو چجوری سرخ کردم و کنار دسر گذاشتم. از اینکه این برنامه رو دیدین ازتون ممنونیم.